سلام عرض میکنم به همراهان خوب کانال ایران تودی. وقتتون بخیر. خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتون هستم. پیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت میکنید. در این برنامه قصد دارم بازیگران ایرانی رو بهتون معرفی کنم که در خارج از کشور زندگی میکنن. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. بازیگران مشهور ایرانی که مهاجرت کردند. دنیای بازیگری دنیای خاصیه. خیلی از اونا بعد از چند سال که سری در سرها در آوردن به سراغ کسب تجربه های جدید میرن. یکی از آپشن های اصلی این مدل تجربیات هم رفتن به خارج کشوره. البته این رفتن ها معمولاً به برگشت منجر میشه. فقط زمانش ممکنه متغیر باشه. برای بعضی ها چند ماهه و برای عده‌ای چند دهه. البته بازیگرانی هم هستن که مدام در سفر تفریحی بیرون از تهران یا خارج از کشورن. در ادامه این بازیگران رو بهتون معرفی میکنیم. بازیگران ایرانی خارج نشین چه کسانی هستن؟ پروانه معصومی. پروانه معصومی در تهران زاده شده اما از 20 سال پیش زندگی آروم و آب و هوای سالم شمال کشور در استان گیلان رو به شهرنشینی ترجیح داده. این بازیگر زندگی بی هیاهو رو همراه پرورش گل و درختان در روستای طاهر گورا به شهرستان سومه سرا رو انتخاب کرده. کتایون ریاهی. پیش از خداحافظی این بازیگر از دنیای بازیگری از زندگی در تهران هم خداحافظی کرد و نقش اول زندگی خودش شد. و از چند سال گذشته جزیره زیبای کیش رو برای سکونت در کنار همسر و پسرش انتخاب کرده. او سفرهایی هم به مناطق محروم از سیستان و بلوچستان ایران تا کشورهای آفریقا داشته و مدیر عامل یک شرکت خیریه است. مهدی فقیه. پدر دوست داشتنی سینما به ویژه فیلم هور در آتش پس از تحصیل در تئاتر در ایران با گرفتن بورسیه به دانشگاه ونسان فرانسه رفته و در سال 1357 به ایران برگشته. او در اصل شیرازیه و از ابتدا در همون شیراز زندگی کرده و فقط برای بازی به تهران میاد. او در شهر خودش به نجاری مشغوله. الناز شاکردوست. او در دوران دانشجوییش در دانشکده هنر و معماری بیشتر مشغول بازی در سینما بوده. چند سالیه که برای افزودن دانش هنری خودش در لندن اقامت داره و پس از پایان دوره تحصیلیش به ایران برمیگرده. الناز شاکردوست متولد 7 تیر 1363 در تهرانه. او بازیگری رو با تئاتر آغاز کرده و در سن 19 سالگی با بازی در فیلم گل یخ در سال 1383 به کارگردانی کیومرث پوراحمد پا به عرصه سینما گذاشته و ظرف کمتر از یک سال در 4 فیلم سینمایی نقش آفرینی کرده. گل یخ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی کیومرث پوراحمد و تهیه کنندگی اون رو هم غلامرضا موسوی بر عهده داشته. شبنم قلی‌خانی. این بازیگر با مجموعه مریم مقدس در 18 سالگی در عالم بازیگری مطرح میشه و در سالهای گذشته همراه همسر و دختر خردسالش ساکن استرالیا بودند. او علت سفر به استرالیا رو به دست آوردن دانش هنری و تحصیل در حرفه کارگردانی اعلام کرده. او چند ماه گذشته به ایران اومده و قصد موندن داره. کمند امیر سلیمانی. این بازیگر رو همه با نقش آذر در سریال پدر سالار میشناسن. او چند سالی به دلیل شغل همسرش با زندگی در دبی که فقط 2 ساعت با هواپیما از ایران فاصله داره خودش رو از سینما دور میکنه و در 1-2 سال گذشته دوباره در فضاهای هنری پررنگ شده. کمند امیر سلیمانی بازیگر ایرانی متولد شهر تهران و فارغ التحصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشگاه آزاد اسلامی در سال 76. او همچنین دختر سعید امیر سلیمانی و خواهر سپند امیر سلیمانی از بازیگران سینماست. گوهر خیراندیش. کمتر بازی ضعیفی در کارنامه داره و همواره بازیگر پرطرفداری در ایران به حساب میاد. او برای ادامه تحصیل فرزندش و همچنین برای تدریس و زندگی در رفت و آمد به آمریکا. گوهر خیراندیش بازیگر و مدرس پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون و گوینده رادیو است.
وی دارای مدرک کارشناسی بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا است. جمشید اسماعیل خانی همسر او بود. بهرام رادان. این بازیگر هم به واسطه سوپر استاری در سینما، کافه‌داری و مدلینگ همواره جایگاه اجتماعی خوبی در ایران داشته. مدتیه که روزگار او در کشور کانادا هم میگذره. اما تصویرش بر تابلوهای تبلیغاتی بزرگراه‌های ایران دیده میشه. بهرام رادان فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامیه. میترا هجار حدود یک دهه پیش در اوج شهرت از ایران میره و 3 سال در فرانسه زندگی میکنه. همچنین برای تحصیل در رشته کارگردانی به آمریکا سفری داشته، اما سرانجام به ایران برمیگرده و دوباره بازی رو از سر میگیره، اما این بار نه در نقشای سوپر استاری. میترا هجار در 15 بهمن ماه سال 55 در شهر مشهد به دنیا میاد. مادر او مهری جاهد و پدرش محمد هجاره. او دارای یک خواهر به نام مریم هجار و یک برادر به نام مشتبه هجار هست. گلوریا هاردی. این بازیگر پدری فرانسوی و مادری ایرانی داره و در پاریس متولد و بزرگ شده. هرچند که پیشتر هم تجربه هایی در بازیگری داشته، اما سریال کیمیا او رو معرفی میکنه و ازدواجش با سعید سهیلی به سرعت خبرساز میشه و توجه عمومی رو به خودش جلب میکنه. گلوریا هاردی در فرانسه به کلاس بازیگری رفته و 3 سالیه که به ایران اومده و در حال حاضر هم وطنش رو اینجا میدونه و حرفه اصلیش رو موسیقی در نظر گرفته، نه بازیگری. گلوریا هاردی از مادر ایرانی و پدری فرانسوی متولد شده و در پاریس و سوئیس بزرگ شده. حسام نواب صفوی. آقای سفید و مشکی پوش که افزون بر بازیگری به نوازندگی و وکالت هم مشغوله، در تهران متولد شده و دوران کودکیش رو در آمریکا سپری کرده و گردشگری در دنیا رو تا به امروز تجربه کرده. از 3 برادر او، 2 برادرش در آمریکا و 1 برادرش هم در آفریقای جنوبی زندگی میکنن. او چند ماه گذشته در کشور بلژیک بوده که به دلیل بمب‌گذاری داعش به ایران اومد. رسانه‌های مجازی از سپاه ایران خواست تا امنیت اروپا را نیز به دست بگیرند و برای اظهار نظرهاش مورد نقد بسیاری قرار گرفته. او علاوه بر بازیگری به وکالت و نوازندگی هم مشغوله. محمد رضا گلزار. مهندس و گیتاریست و سوپر استار یه دهه گذشته و بازیگر و مدل تبلیغاتی امروز. بیشتر وقت خودش رو در مدلینگ سپری می‌کنه و برای این حرفه در کشورهای گوناگون هم دیده میشه. او در کشور امارات هم مشغول تجارته. او 2 ماه گذشته در هندوستان مشغول بازی در فیلم سلام بمبئی بود. محمد رضا گلزار در سال 79 برای اولین بار در فیلم سام و نرگس ساخته ایرج قادری بازیگری سینما رو تجربه میکنه. او همچنین در زمینه موسیقی بند دارکوب رو با رامین نصیریان و دیگران راه اندازی کرده. سپس بند ریزار رو که مخفف محمد رضا گلزاره ثبت کرده و همچنان فعاله. اکبر عبدی، ستاره آذری بی همتای سینمای کمدی در سال گذشته با خبر مهاجرت به آلانیای ترکیه رسانه‌ای شد، اما خبر مهاجرت را رد کرد و خبر خرید خانه در این کشور همسایه را به علت همزبانی، استراحت، آب و هوا و بیماریش تایید کرد. اکبر عبدی از بازیگران سینما و تلویزیون ایران و دارنده نشان درجه 1 فرهنگ و هنره. او بیشتر در نقش‌های کمدی بازی می‌کند و فیزیک بدنی خاصی دارد و صورت او امکان گریم شدید و ساختن چهره‌های گوناگون مثل نوجوانان و زنان رو هم به اون میده. اکبر عبدی از هنرجویان مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما بوده. زیبا بروفه. این بازیگر با مجید دلبندم همچنان شهرت داره. او چند سال گذشته رو در جزیره زیبای کیش وسط خلیج فارس با خانواده‌اش سر می‌کنه تا از استرس و شلوغی و دود دور باشه. زیبا بروفه بازیگر سینما و تلویزیون ایرانه. او حرفه بازیگری رو با فیلم شب روباه به کارگردانی همایون اسعدیان آغاز میکنه. فلور نظری در عکس‌های اینستاگرامی از آن سوی آبها فعاله. در طول سال بین ایران و آلمان سفر میکنه و به معنای واقعی 2 وطن داره. در آلمان و تهران زندگی میکنه و در ایران بازی داره. فلور نظری علاوه بر داشتن مدرک کارشناسی مدیریت و مدرک بازیگری از دانشگاه سوره، دوره‌های آموزش بازیگری رو هم زیر نظر اساتیدی چون محمد رحمانیان و مهتاب نصیرپور گذرونده. او متأهل و دارای یه فرزند به نام شروینه.
ممنون از اینکه تا پایان برنامه با ما بودید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هایی که میذارید به ما انرژی بدید و ما رو همراهی کنید. شاد و پایدار باشید.